سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحث گیت. و ما جلسه قبلی در رابطه با فست فوروردینگ مرج صحبت کردیم. این جلسه میخوایم در رابطه با یه روش مرج دیگه صحبت بکنیم که تو شرایط دیگه ای استفاده میشه. خب این عکس رو ببینید. ما میخوام راجع به تری وی مرج صحبت بکنیم. تو روش تری وی مرج تفاوت با روش قبلی چیه؟ یادتون باشه من گفتم که تو روش قبلی ما وقتی آخرین کامیتو که زدیم میام یه دونه برنچ جدید درست میکنیم، دیگه بعد از اون کامیت جدیدی نباید میزدیم. یعنی شرط فست فورواردینگ مرج این بود که ما بعد از آخرین کامیتمون که برنچ جدید درست شده کامیت دیگه زده نشده باشه. اما اگه کامیت جدیدی زده شده باشه، مثل این چیزی که الان تو این شکل میبینیم، من دو تا کامیت جدید دارم، یه این کامیتو دارم یه دونه این کامیتو. این دو تا کامیت بعد از این کامیت زده شده، در نتیجه ما دیگه از فست فوروردینگ مرج نمیتونیم استفاده کنیم و بعد بریم سراغ تری وی مرج. یعنی به سادگی ما نمیتونیم هدو از اینجا برداریم بیایم بذاریم اینجا، دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم. خب توی روش میان چیکار میکنن؟ میان یه دونه کامیت جدید اینجا درست میکنن. دوستان من اینجوری مینویسم. خب یه کامیت جدید درست میکنن. این کامیت یه ترکیبی از این کامیت، این کامیت و این کامیت، یه ترکیبی از این سه تا کامیت. پس بچه ها توی تری وی مرج ما میایم یه کامیت جدید درست میکنیم، جلوتر میبینیم که ترکیبی از سه تا کامیته، یک دو و سه. و در حقیقت کاری میکنیم که این کامیت جدید میاد به این صورت متصل میشه به این برنچ فیچر یک، به این صورت. و این رو هم بچه ها از اینجا منتقل میشه، میاد بالای این قرار میگیره، دیگه بالای این نیست، میاد بالای این قرار میگیره و برنچ فیچر یک هم میتونیم به راحتی دیگه حذفش بکنیم. کامیتاش رو بچه ها حذف نمی کنیم، ما این ستا کامیت سر جاش میمونه، فقط برنچش رو حذف میکنیم. یه بار دیگه مرور کنیم. ما توی تری وی مرج اتفاقی که افتاده اینه که اون کامیت آخری که برنچ فیچر درست شده، بعدش اومدیم یه چند کامیت جدید زدیم. چون کامیت جدید داشتیم دیگه نمیتونیم فست فوروردینگ مرج انجام بدیم. میام چیکار میکنیم؟ میام یه کامیت جدید درست میکنیم اینجا. این کامیت جدید ترکیبی از این کامیت، این کامیت و این کامیت و میاد متصل میشه به این برنچ فیچر. بعد دیگه میتونیم فیچر رو حذف کنیم ولی کامیت سر جاش میمونه. اوکی؟ خب بریم اینو با هم دیگه انجام بدیم. قبلش باید چند تا کامیت رو بزنیم، چند تا فایل درست بکنیم. خب اجازه بدید. خب ما از پروژه قبلیمون یه دونه فایل 4 فقط داریم. بذارید من با ویژوال استودیو کد پروژه‌مو باز کنم. خب اینجا نگاه کنید بچه‌ها، من جلسه قبلی یه دونه فایل 4 فقط دارم. یه چند تا فایل جدید درست بکنیم، یه چند تا کامیت بزنیم ببینیم چی میشه و یه برنچ هم طبیعتاً باید درست کنیم. الان اگه نگاه بکنیم گیت برنچ، من یه دونه مستر باید داشته باشم. آره فقط مستر رو دارم. خب اول یه برنچ جدید درست کنیم و چک اوت کنیم بهش. گیت چک اوت داش بی که هم درست کنیم هم بریم سمتش. خب سویچ کردیم. الان نگاه کنید از مستر اومدم رو بیاردو. الان ال اس میگیرم، یه دونه فایل 4 دارم. خب میام تو ویژوال استودیو کد اینجا یه دونه دایرکتوری درست میکنم به نام نیو فایلز. خب میخوام چند تا فایل جدید درست بکنم و فایل هست بچه ها. خب توی این دایرکتوری یه فایل درست میکنم به نام فایل 5.txt. می نویسم It is a new file in the new file. اینجوری ننوشتم، new files folder. خب یکی دیگه هم درست میکنم
به این صورت. و داخلش می نویسم another file with مثلا فایل 6.txt. خب من دو تا فایل جدید درست کردم، درسته؟ میام یه کار میکنم، میام یه دونه فایلم تو خود دایرکتوری اصلیم درست میکنم، داخل نیو فایل، نه تو دایرکتوری اصلیم، بغل فایل چه اسمشو میذارم فایل 7.txt، مثلا just another file in the root of the working directory. خب من سه تا فایل درست کردم. برای کامیت زدن الان من این کامیت ها رو توی برنچ BR2 دارم میزنم، درسته؟ میتونم اینجا انجام بدم ولی میخوام از خود VS Code استفاده کنم. میام اینجا، از اینجا استفاده میکنم. یه دونه اینجا براش دسکریپشن مینویسید، بعد این علامت فعلش رو بزنید کامیت میشه بچه. خب من یه دسکریپشن براش مینویسم، تری نیو فالز ویر created in the br-2 branch، بعد کامیت میزنم. Would you like to stage؟ بله، yes. خیلی خوب کامیتمون زده شد. خب بذارید ببینیم فایلمون، یه کامیت جدیدمون زده شده یا نه. اول یه دونه گیت استاتوس بگیرم ببینم چیزی داریم. خب هیچی نداریم تو استیجینگ ایریا، هیچی نداریم. گیت لاگ، خب نیا کنید این کامیت آخری که من زدم، میبینید تو BR2 زدم، تو مستر نیست. خب بریم یه دونه کامیت جدید دیگه هم بزنیم. من میام توی همینجا یکی از این فایل ها رو یه تغییری بهش میدم، مثلا فایل 5 هم یه تغییری میخوام بهش بدم. میزنم فایل 5 دات txt was just change مثلا. خب حالا میخوام یه کامیت دیگه هم برم بزنم و در واقع این تغییرات رو اعمال بکنم. میام تو این دفعه اینجا میزنم بچه، دیگه تو خود وی اس کد انجام نمیدم، میخواستم هر دو تا روش رو ببینید. کیبوردم هنگ کرد. دستورش چیه بچه ها؟ نیا کن الان من یک گیت استاتوس بزنم، یه دونه فایل جدید دارم تو اینجا، نیا کن فایل 5 تغییر کرده. خب برای اینکه اینو کامیتش کنم میسم گیت کامیت داش ای داش ام changed فایل 5 دات txt انتر. خیلی دیگه الان گیت استاتوس بزنم من دیگه چیزی نباید داشته باشم. خیلی این از این یه گیت لاگ هم بزنیم، گیت لاگ که اون نکنیم بچه این کامیت آخر. خب الان من توی BR2 دو تا کامیت جدید زدم، درسته؟ حالا برمیگردم توی مستر، میخوام یه کامیت هم اینجا اضافه کنم، دقیقا همین سیناریوی که اینجا میبینیم، همین سیناریوی که اینجا داریم. من رفتم توی یه شاخه دیگه دو تا کامیت زدم، میخوام بیام اینجا یه کامیت هم اینجا بزنم. اوکی خب بریم توی مستر یه دونه فایل درست بکنیم. خب میام توی اینجا الان یک کنید بچه، من توی BR2 هم میبینید این پایین سمت چپ، میخوام عوضش کنم برم تو مستر. خب برم تو مستر، میام تو مستر نیا کنید اینجا عوض شد، دیدید ورکینگ دایرکتوری من عوض شد. خب توی مستر
میخوام یه فایل جدید کنم که اینا هم شد دیلیتد. بچه‌ها میبینید هر سه تا شد دیلیتد. چرا دیلیتد شد؟ چون فایل 5 و 6 و 7 مال برنچ بی آر 2 بود، نه برنچ مستر. خب اینا رو حذف میکنم. خب یه دون درست میکنم جدید، اسمشو میذارم فایل 8.txt. خب یه متنی هم براش بنویسید مهم نیست، مثلا this file added to master مثلا branch. بعد اینو کامیتش میکنیم، میام اینجا new file added to master branch و کامیتو میزنم. خب اینم کامیت شد. کیبورد هم نمیدونم چه بازی در میاره، کار نمیکنه. ای بابا یه لحظه بچه بذار من یه بار دیگه چک کنم این چه اینجوری امروز بازی در میاره. گیت ای من یه بار ببندم دور باز کنم. خب گیت لاگ نیا کنید، این توی مستر زده شده میبینید. خب خیلی الان کیبورد هم درست شد. خب پس ما الان دو تا کامیت توی برنچ بی آر دو زدیم، یه دونه کامیت هم توی مستر زدیم. حالا میخوایم مرج انجام بدیم. طبیعتا روش فست فوروردینگ رو نمیتونیم استفاده بکنیم، باید بریم سراغ تری وی. خب میام چیکار میکنم؟ من الان توی مسترم، این ریسیوینگ برنچ بچه ها برنچ مبدأه، میزنم گیت مرج اسم اون برنچی که قرار با این ادغام شه، می نویسم اینتر رو میزنم، یه صفحه بعد برای من باز بشه. خب چه صفحه باز میشه بچه‌ها؟ برای من تو وی اس کد باز شد، برای شما امکان داره تو یه ادیتور دیگه باز بشه. خب ازتون میخواد که یه دسکریپشن برای این در حقیقت مرجتون بزنید. چرا این اتفاق میفته؟ اگه خاطرتون باشه بهتون گفتم که ما وقتی توی تریوی مرج انجام به روش تریوی مرج انجام میدیم یه کامیت جدید ساخته میشه. این دسکریپشن برای همین کامیت است بچه ها. این دسکریپشنش که شما بزنید برای این کامیت است. خب من میام یه چیزی مینویسم، مرج برنچ بی آر تو ویت مثلا مستر برنچ. خب اینو مینویسید. خب کارتون که تموم شد فایل رو میبندید. خب و اینجا نگاه کنید انجام شد. امکان داره بچه ها این دقیقا دسکریپشن برای شما تو همین محیط باز بشه، یعنی با ادیتور مثلا ویم باز بشه مثلا، یا همچی چیزایی باز بشه. اگر اونجا هم باز شد فرق نمیکنه، اونجا دسکریپشن رو بزنید، هیچ تفاوتی نمیکنه. خب الان مرجع اتفاق افتاد. خب بریم حالا یه ذره کنکاش بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده بچه ها. اول دستوری که میخوام بزنم ls-l. قبلا توی مستر وقتی بودیم خب این دستور رو میزدم چی رو میدیدم؟ یه دونه فایل 4 رو میدیدم با یه دونه فایل 8، درسته؟ الان نگاه کنید همه یه فایل ها رو میبینم چون ادغام شده. فایل 4 که عقب بود، فایل 7 رو قبلا نمیدیدم چون مال برنچ بیار 2 بود، نیو فایل دایرکتوریش هم مال برنچ بیار 2 بود، ولی چون ادغام شدن الان میبینم. ولی قبلا اگه این دستور رو میزدید اینا رو نمیدیدید بچه ها. این به خاطر ادغامه که این اتفاق افتاده. اینجا هم داره میگه بهتون، میگه فایل 7 و این دوتا فایل که داخل نیو فایل هستن ادغام شدن. اینجا نگاه کنید. خب بریم سراغ دستور بعدی، دستور گیت لاگ رو ببینیم. چیز جالب نشون میده این بچه ها، اون در حقیقت کامیت آخریه که من درست کردم خودم دستیه تو نوشتم مرج برنچ، یا کن اینجا درست کردیم، این اینه بچه ها. این کامیت آخریه اینه، این کامیت ادغام بود که سه تا کامیت قبلی سه تا کامیت دیگه با هم دیگه ادغام شد، این اونه. خب
که به مستر هم اشاره داره. نکته جالب بعدی چیه؟ برنچ بیاردو من هنوز وجود داره و به کامیت آخرش اشاره داره. که اینجا گفتم بهتونی که گفتم این برنچ از بین نمیره. این همچنان هست، این کامیت هم سر جاشه. این کامیته سر جاشه، کامیت آخری که زدم. خب حالا بریم محتویات این کامیتی که آخر سر از همه درست شده رو ببینیم. اینو من برمیدارم، خب کپی میکنم. خب میزنم چی بچه ها؟ git cat dash file dash p. اون کامیت همو میذارم اینجا. ای بای چی شد؟ من یونو کپی نکرده بودم. خب محتویات اینو ببینم، اذیتم نکن. کپی اوکی. خب حالا کپی میکنم، اینتر. خب ببین چیه داخلش بچه‌ها. میگه این کامیتی که شما زدی، خب این کامیتی که شما زدی یه تری آبجکت داره. خب همه کامیت ها یه تری آبجکت دارن، چیز عجیب غریبی نیست. اما نکته جالبش اینجاست که میگه دو تا پرنت داره. چرا دو تا پرنت داره؟ گفتم بهتون این کامیت آخری که ما میسازیم، یه پرنتش میشه این کامیت آخر مستر، یه پرنتش هم میشه کامیت آخر بیاردو یا اون برنچی که ما باش انتقام کردیم. به خاطر میگه دو تا پرنت داره بچه ها. اوکی؟ خب این از و اونم که هیچی، دسکریپشنش هم که این پایین دارید میبینید. این اگه الان من برم محتویات این دوتا کامیتو ببینم به چی اشاره دارم؟ مثلا این اولی بریم ببینیم، این باید محتویاتش به چی اشاره داشته باشه؟ به این مثلا یا به این. بریم ببینیم. پست نیا کنید به نیو فایل هاشش. این مال کدوم بود؟ این مال مستر بود، یادتونه؟ این مال مستر بود. خب کامیت آخر مستر بود. حالا اگه اون یکی پرنتش رو بخوام بریم ببینیم، این مال بیاردوه. این مال بیاردوه. نیا کنید فایل پنج مال بیاردو بود بچه. اوکی؟ پس داره درست کار میکنم. و نکته دیگه که توی این شکل بهتون گفتم، گفتم شما میتونید برید این برنچه رو حذفش بکنید بدون اینکه نگران این کامیتا باشین. این کامیتا حذف نمیشن، سر جاش میمونن، فقط برنچه رو میتونید حذف بکنید. بریم برنچه رو حذف بکنیم. خب برای حذف برنچ git branch dash d اسم برنچ br-2 الان حذف شد، اما کامیتاش حذف نمیشه. نیا کنید git داک. نکنه کامیت سر جاشه. فقط فرقش اینه که دیگه این جلوش بیاردو ننوشته بچه. بیاردو از اینجا برداشته شده. ولی خود کامیت سر جاشه. خود کامیت حذف نمیشه. خیلی خوب دوستان. اینم از بحث تریوی مرجینگ. بریم بیام. میشه جلسه بعدی میخوام راجع به یه مبحث جدیدی صحبت بکنیم. و در خدمتون خواهم بود. فعلا خدافظ.